وطندار گلم، عیدت مبارک. خوشی و دید و وادیدت مبارک. البته بده گرامی، ما برنامه خاصی برای عید نداشتیم، ولی چند هموطن ما که زنگ زدن، تماس گرفتن، در حداقل یک تبریکی عیدی باید داشته باشیم. ما هم خواستیم که در این روز اول عید سعید قربان مهمان خانه شما باشیم. برای چند دقیقه محدود من با شما گپ میزنم. مهمان بسیار عزیز را تقاضا کردین در همین وقت کم که امروز با ما باشن، با هنرمند بسیار خوب، هنرمند بسیار بزرگ و نامدار وطن ما هستند که به یقین که هر کدام شما تشنه شنیدن حرفای از این هنرمند نازنین هستین. کی هست نمیگم برای شما، ولی جستو گریخته چیزهایی را در رابطه با عید سعید قربان برای شما انتخاب کردیم، کوتاه اما بسیار پرمعنا برای شما تقدیم میکنم. و وقتی تمام شد به یقین که هنرمند عزیز ما هم زنگ میزنه، با اونا صحبت بداشیم. یک هنرمند دیگه از ما هم قرار بود که با ما پیوندن، اونا مریض هستن نمیتونم بدن، ولی تشکر از این عزیز ما. عید قربان یعنی چی؟ بر پیکر عالم وجود جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل و رحمان، یک عید بزرگ به نام قربان آمد. عید قربان یعنی عید به مسلخ کشیدن نفس و به معراج بردن عشق. عید سعید قربان بر شما مبارک. هیچ عشق در جهان بالاتر از عشق به خدا نیست. این را ابراهیم ثابت کرد. ابراهیم سر اسماعیل را نبرید، ابراهیم دل از اسماعیل برید، از هرچی غیر خدا دل برید. اسماعیل هم عاشق خدا بود، گفت پدر سر را ببر، برای خدا دل را ببر. این است عشق خالص. از آنچی نمیتوانیم بگذریم آن اسماعیل ماست، اگر نمیگذریم ارزان فروشی هم نکنیم. عاشقان عید شما مبارک. عید قربان یاد بود بی همتای سرسپاری بعض حضرت ابراهیم و اسماعیل در برابر پروردگار عالم است و معجزه بی بدیل سخاوت و مهربانی ذات حق تعالی بر تمامی مهربانان مبارک باد. بالاخره و با می بالاخره میدارستم که تلفن ما هم زنگ بزنه و هنرمند عزیز ما برای این تلفن داد شد. بالاخره عید ایمان و امتحان، ایثار و حسان، قربت و قربان، عید خلیل رحمان، شکست شیطان، بر شما عزیزان مبارک باد. البته ویدئوی گرامی، ما دیروز در برنامه دیروز صحبت های داشتیم و حرف های زدیم با ویدئوی گرامی خود و که عید قربان یعنی تنها ما به این کفایت نکنیم که میریم قربانی میکنیم، حیوان را ذبح میکنیم و میکشیم و گوشش نصفش قربانی میکنیم، نصفش برای خود نگاه میکنیم، بلکه با نفس مبارزه کنیم. غرق کن فرعون نفس خیش را، محو کن فکر خطا اندیش را. گرشوی عیسی عصا بر دست توست، خود مسیحا شو شفا در دست توست. تا ما با نفس خود مبارزه نکنیم، تا غلبه حاصل نکنیم بر نفس های خود، شما یقین داشته باشین که هیچ وقت باره و جایی نمیبرم. ببینیم که لین از آلمان داریم که هستن. بله سلام علیکم. مسیح جان، سلام عرض میکنم خالد عزیز.
به به، ما منتظر بودیم و صفحه تلویزیون هم با عکس زیبای از مشعل ترنم بانو پرستوی عزیز مزین شد. پرستوی عزیز سلام، عیدت مبارک باشه. پیش از اینکه عید برای شما و وطندارای خاطر مبارک باد بگویم، ما خو عکس خدا نمیدیم روحان مکت الله شریف شما عکس مکت الله شریف رو ببینیم. نه خیلی، ما امی لحظه شما چون 30 ثانیه تفاوت هست. شوخی کردم هستم. پیش از اینکه اگه جایی شما باشه عید مبارکی کنم، اول سپاسگزار هستم از شما که واقعا شما از تمام هنرمندان بزرگ افغانستان، از تمام هنرمندان جوان و نوجوان و سابقه‌دار، از همگی شما همیشه در تلویزیونتان قدردانی میکنیم. ما به نمایندگی کوچکترین یک هنرمند از به نمایندگی از هنرمند از شما سپاسگزار هستم. و در قدم اول باید بگویم که پیش از اینکه ما بازم میگم عید مبارکی بتم جای داره که باید ما بگویم که زلزله که در افغانستان آمد واقعا مردم ما را، وطن ما را ویران کرد. طول وطنوالو تا سلام وایم، وطنوالو استاس پغمونه که در شریک رو من زما دستر گذیر بنیشی تاسو چوهی زما ورور مرشوی در مور مرشوی در کاکام هنام در سجمی قبرون دلتا چی گورم و خدا چی زما عزت و جلال ازی، لیکن چاره نشته. افغانستان نمتا یا بدبختی و راره و ما امبطانه عزیز بر شما اتر میگم که ما در خانه های خود که هستیم، چی در کانادا، چی در امریکا، چی در استرالیا، اما یادتون باشه که وطن سر کل ما حق داره و ما مردمش در قلب ماست، در رگ و خون ما جریان داره. همین تلویزیون شما چی حالت داشت در شرایط زلزله؟ چقدر شما در خبرها ایره یاد میکردین و چقدر تحصیل عمیق نتیجان بر مردم داشتین؟ باور کنیم که ما در شوایی که به افغانستان زلزله شد هنوز او غم فراموش نشد. این سیله که دیدم من دیگه دیوانه شدم، بس از که سیلای سیاسی که ما را میبره همون کفایت میکنه، این سیلای آب که میبره این دیگه بالاتر از اوست که بلکل همون گرد و خاشاک همون مردم و زندگی و نان و هستی و داراییشان را میبره هم وطنهای عزیز. و عید قربان من فکر میکنم که بسیار کمرنگ بود برای مردم در درون افغانستان، به خاطری که مردم فعلا نان ندارن، آب ندارن، زندگی ندارن، کار ندارن. شما فکر کنید که آسمان خدا از این طرف سخت گرفته، زمین خدا از این طرف آتش میباره، جیب مردم خالی. ما دیدیم که افغانستان بچه خدا فروخت، دختر 6 ساله خدا فروخت. ما قربان مردم خود میشون، بیاین کسایی که در کرسی های بلند هستیم، کسایی که یک عمر زندگی آرام دیدین، فقر و بیچارگی را لمس نکردین، بیاین برین یک بار به مردم تان روی ببرین و از مردم عزیز و بیچاره و غریب تان دفاع کنین. برین یک لغمنان در مردم تان بتین. باور کنین او خانمی که دروی سرک رفت گفت من آن ندارم. دقیقا بلگرامی شما صدای بانو پرستوی عزیزم شنوین و دری پیام شما عزیزان. شما فکر کنید که عزیزای ما بر ما زنگ زدن که تو چرا کنسرت نگرفتی؟ شما فکر کنید که مردم ما در یک مرگ زندگی میکنن، هر لحظه ترور میشن، کشته میشن، نان ندارن، خانهشان سیل میبرن، اولادشان میکشن، بچهشان حلال میشن. یعنی چی گونه قلب می بود که من میرفتم پای کوبی میکردم و کنسرت میدادم؟ عزیزای من نمیشد، باور کنید قربانتان، به هیچ وجه نمیشد. تشکر. و بنده گرامی به این میگن احساس، بنده گرامی و به این میگن که احساس رسالت و احساس مسئولیت در برابر خواهش میکنم هنرمندان باید اگر به نام خود افغانستان کنسرت میتن باید پولی بره در افغانستان، باید تو پول بره و برای غریبا و به بیچارا تقسیم شود. برای از اینکه میگه خرچ اگر از کیسه میمان بود تا متاعی شدن آسان بود. ما باید با احساس مردم خود شریک باشیم، باید مردم خود را فراموش نکنیم. و ما واقعا واقعا مردم عزیز، ما هنرمند هستم که 40 سال از محبت های شما برخوردار هستم،
این سال شما مرا قدردانی کردین، چطور من میتونم که شما را فراموش کنم؟ چطور من میتونم که اولاد خدا ببینیم که به این حالت است و اولادش و خدا اولادای باور کنین؟ قسم برای شما به این عید قربان قسم میخورم به یگانگی خدا که در هر خانه افغان با احساس گیریه است، ناله است، استغفار است، دو روپی که دارن یا سه روپی در افغانستان دلار که دارن دوام میکنن. بیاین بیاین که جنگ راه حل نیست، بیاین که آشتی کنیم، بیاین که همدلی کنیم، بیاین که هم برابر باشیم. نگوییم که ما وزیر هستم تو صدراعظم هستی او برادر همی چوکی وزارت هم پاس کنیم، ریاست هم پاس کنیم، ریاست جمهور هم پاس کنیم، برای مردمتان فقط یه گلگو شویم، نجات بدیم مملکت که مملکت بسیار در خطر است، در خطر است و یک وقت پشیمان میشیم که ما پس دوباره ای افغانستان کمایی کده نمیتانیم. نسیل جان خالد عزیزی که برای ما وقت دادیم که ما یک عید مبارکی که با دل غمگین خود که مردم مرا سیل میبره، خانه هایشان ویران میشه، طفلشان خانه نداره، سرپناه نداره، قبول کنیم، قبول کنیم که من دیگه یک عالت دارم و مثل من به هزارها به میلیون ها نفر که احساس دارم در افغانستان، نه تنها من، ولی من امی ژورنالیستی که در سر قبرا همراه از امون برادر ما مصاحبه کرد، گفت تو دلت سکه گفت داز ما کور ویران شویده، داز ما در ورور قبر ده، داز ما در مور قبر ده، داز ما در بچی قبر ده، داز ما در کاکا دیگه. از برای خدا دیگه مردم شما چی بیخواهیم بگه؟ نه مردم کاکا میمانیم، نه ماما میمانیم، چی میتونه زرزله؟ یکی قسم زرزله بود که کل جوان شور بست. قربانتان مردم عزیز، خورده رو در آغوش میگیرم، بزرگار احترامات قلبی میرسانم بر همه شما از خداوند صحت کامل میخواهیم. امیدوار هستم که تاقید دیگه ما با غم و هندو نباشیم، یک خوشحالی نصیب ما شده و تن ما آبادا شد. چه قماده در وضع مردم، گاه پاکستان سر ما حکومت میکنه، گاه روز سر ما حکومت میکنه، گاه ایران سر ما حکومت میکنه، از یام که در بیعوضیتی آف میشه. والله به خود اگه همی مرز زندگی یعنی چی؟ چیز که تا مملکت ما حکومت نکرد؟ آخرا ما با اون ملک غنی که ما داریم، طلا ما داریم، الماس ما داریم، پترول ما داریم، آفتاب ما داریم، آب ما داریم، آخرا برادر چیز پس افغانستان خیرات میگیره؟ نه ما خیرات نمیگیریم. اما کسایی که افغانستان به میانت ساختن باید یک بار دیگه متوجه شوند، مسئولیت ایمانی وجدانی خود در نظر بگیرند و این وطن بیچاره را برای نسل آینده باید اینا بسازند. مخصوصا این روز مادر اولاد تربیه میکنه، تمام دخترایی که امروز از سواد محروم هستند اینا برای آینده مادر خوب برای اولاد خود شده نمیتونن. اینا باید یک مدرسه برن تحصیل کنن، تعلیم یاد بگیرن و زندگی روشن ببینن که برای جامعه فردای افغانستان یک اولاد سالم تربیه کنن. و من خواهش میکنم از کسانی که امروز در کرسی افغانستان هستن و کسایی که تازه در افغانستان آمدن و حکومت میکنن که زنها مادر شما بوده، شما به دنیا آمدین و باید به مادرهایتان احترام بکنین و این دخترهای نازنین و بچه های نازنین محسلین همه گیر بانین که اینا برن تحصیل کنین که میشه درخش امینا یک لطف محبت را خداوند جارشان کنین که وطن آرام بسازن. از برای کل شما از خداوند آرزوی خوشی میکنم. از نصیر جان خالد برادر نازنینم، برادری که همیشه دلش درد میکنه و میشینه و میگه باز میگم که من کدام جهت ندارم، من محبت دارم به وطن خود و حالا که من میبینم که دلای کل دی پر است و کل دی نمت ناراحت میشه، باور کنیم که من امروز اصلا حضور زین ما درست نیست، استطلال درست کده نمیتونم، به خاطر از این که انسان وقتی که روحی از گروگان باشه، وطنش گروگان باشه، مردمش بسوزه، هیچ خود امکان ندارم. و شما میگه بنی آدم هزای یک دیگر هست در آفرینش یک آخر هست چوز دی بدر داورت اعتبار دیگر عضوها را نماند خراب. به خدا مستاربتان از شما نازنین تشکر میکنم. صبر کن خانم پرستو، تشکر از شما، سلامت، احساستانم قدر میکنم. واقعا
امی پیام درد انسان است به انسان، یک پیام بسیار نیک، پیام بسیار انسانی. و یادم آمد از شعر شاعر نامدار وطن، دوست بسیار نازنینم علی شاه احمدی عباب، که در سالهایی که جنگ و جدل بیشتر بود و او وقت شعر سروده بود خانم پرستو، می گفت دو بند یا سه بندش یادم مانده، می گفت که خبر آمد زراح دور بر من، که شهر آرزویم در گرفته. باز آخرش میگه که به شهر سوگواران سیاه پوش، چسان گویم مبارک عید قربان. و امروز شما این بسیار مقبول توضیح دادین، بسیار زیبا توضیح دادین که امروز ما جای برای شادی نداریم، گرچه که بتانیم شاد باشیم اما جای برای شادی نداریم. همه شادی های ما را، همه خوشی های ما را از ما، همونطور که شما بسیار مقبول توضیح دادین، هم آفات طبیعی گرفت، هم انسان های دوپای انسان نما گرفت و ما را در یک ماتم کده قرار دادن، یک گلیم غم را انوار کردن، که ما در این گلیم غم انواره به یاد هموطن ناآرام باشیم. و دستم که خانم پرستوی عزیز، من تشکر میکنم از شما، سپاس میکنم. ما یک دو هم دنام خواندیم در افغانستان، یکیش بیشی بر افغانستان است و یک شیر دیگه است که خواندیم: بی تو وطن زلاله و گلزار خسته هم، بی آب و بی یوای یار خسته هم، تنها و دلگرفته و بیمار و بی امید، از آل من مپرس که بسیار خسته هم. و دو هم دنام است که انشالله بر شما عیدی سب شده و سر خود کلیپ کار میکنم. و دوستا بر ما گفتن که خانم پرستو، ما منتظر آهنگای ما بتستیم، چرا آهنگ ما رو نمیخوانی؟ ما در یک برادرهای زیز خوب قربان هستم که شما به ما زنگ میزنیم، مسیج میتیم، در آهنگای ما رو شیار میتونیم در صفایتون، اما میره گیریه کردنم دل خوش میخواید. ما یک ذره یک راحتی داشته باشم که بر شما بخوانیم، ولی از برکان رو نمیتیم به می تلویزیون مسیر جان خالد که باز اگر که نشدن یا آنگاه بیاییم شکایت کنیم، انشالله به زودی برتان یک ده دوازده آهنگ مثل که دی فوضی مشعل ترانم درست کرده بودم. دیروز هم با استادم هم گفت دادم خیال ساید دستایشان رو می بوسم و طریق برنامه برشان ایده بر خانواده بر از این که امروز که ما همه قدر مردم ما مرم شناسن یا لطف می کنن آهنگای مرم شناسن، تمامش از محبت و پرورش محترم استاد خیال، استاد بزرگوارم است، پدر بزرگوارم است، که جای داره بگویم که کف و پایشان می بوسم. انشالله آهنگای جدیدشان در شما تهیه کردیم، در زودی می بینیم. قربان همه مردم خود، طول و تمرار از ما فضلت زای لبی، هیچ کسی نیست که در قلب من باشه، هیچ کسی نیست که بیرون از قلب من باشه، هیچ کسی نیست که در احساس من شریک نباشه. از این سبب است که جون و جهان و زندگی و عشق و هویت و همه چیز من، قدرت من، مردم من، وطن افغانستان دوست دارم. سلامت باشی خانم پرستوی عزیز. امیدوار هستیم که روز پس دوباره مصاحبه کنیم و هر دو بار دیگه عشق بریزیم، اما عشق شادی بریزیم. امروز اگر عشق در غم هموطن میریزیم، فردایی باید باشه که عشق شادی بریزیم از خوشی های هموطنان خود و بشنویم که هموطنان ما دیگه آرام هستن، مصیبت نمیبینن و به اصطلاح خطر رو اونا رو تهدید نمیکنه. او عشق شادی باز لذت دیگه داره. سپاس خدا 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 اما تو سر قلبه های کثیف انسان هایی که وطن ما را خراب کردن، از دست یک رومی یون میگه میشه به شهر چطورکایی، خدا پس دوباره افغانستان ما را آرام و آباد و آسوده بساده. زنده باشین، از شما تشکر میکنم، سلامت باشین، ممنون مشکور از شما. و با وجوده که گفتیم عید نداریم، باز هم عید بر شما مبارک. زنده باشین. صحبت های بود با مشعل ترانم موسیقی افغانستان بانو پرستوی عزیز، که واقعا بنده گرامی چه پیامه، پیام درد،
پیام رنج، پیام همدلی، پیام محبت، پیام عشق، عشق به انسان، عشق به هموطن، عشق به کسایی که روزگار پرستویی که نام و نشان نداشت و خواست بر ملت خود بخوانه، ملت پذیرفتیش و ملت قدر کردیش، ملت بر از این کف زد و امروز بانوی موسیقی ساختنش و مشعل ترنم ساختنش. پس این عشق به اون مردم واقعا یک عشق پاکی است، عشق است که به اصطلاح هر حرفی که میزنن از دل میگه و با وطندار خود میگه، وطنداری که دیروز آرام بود و امروز سخت نارام است و بدترین روزهای زندگی خوده، سیاهترین روزهای زندگی خوده، سردترین روزهای زندگی خوده میگذرانه. در عید قربان ما که در ابتدا گفتم، دیروز هم گفتم، بینده گرامی، بهترین چیزی که ما شهوات نفسانی خوده به قربانگاه ببریم و در حضور پروردگار عالم قربانی کنیم و یک تغییر کلی به خود بیاریم. تغییر کلی به این معنی که خود از تمام این زندان‌های فکری، زندان‌هایی که ما را اسیر ساخته، زندان قومی، زبانی، منطقی بیرون کنیم. این مفهوم شمیز، این مفهوم شمیز که ما همدیگر بزنیم، مفهوم شمیز که کینه و کدورت دشمنی از دل بیرون کنیم، در قلب کوچک داریم درخت عشق و درخت محبت بکاریم و از این درخت با هر کی با محبت کنیم. اما بپذیریم، صادقانه بپذیریم بیندگرامی که امروز قلب های ما مملو از تعصب است، مملو از دشمنی است، مملو از کینه و برتری طلبی و این و این و این و آن است. پس در چنین حالت که قلب های ما این چنین است، چگونه ما شاد باشیم؟ ولی حتی که در افغانستان امی لحظه آرامی هم باشه، چگونه شاد باشیم وقتی قلب های ما مکدر است؟ پس امیدوارستم که فرد من راست که میگه مشوق تو امسایه دیوار به دیوار در بادیت درگشت شما برچی اوائید. این مشوق اول کشو کنید اینجا پیدا کنین، باز بریم بادیه بگردین و بعد زود اید بپردازین، قربانی کنین، اج برین. اما وقتی که اینجا هنوز مشوق جای نداره، مشوق واقعی که الله پاک است، چگونه ما بتانیم به هم دیگر خود برسیم؟ بیده گرامی، بار دیگه عید شما مبارک باشه. ما فعلا برنامه ما لایف است و ساعتی سیدیر هم شما میبینین 3:22 بعد از ظهر به وقت تورنتوز و تکراری برنامه را شما ساعت 8 شب به وقت تورنتو باز میبینین. و بار دیگه شما سیمان تقاضا دارم که بیاد وطن و وطندارتان باشین. البته ما کلپ های برای شما درست کردیم، بایست توفه 3 کلپ درست کردیم از هنرمندان قدیمی ما، از جوانان و آوازخوانان محلی ما که بعد از این آهنگ صحبت های ما نشه میشه. و امروز با به اصطلاح رئیس تلویزیون ما یا مالک تلویزیون ما امید جان خالد صحبت داشتیم و اتفاقا آهنگ شنیدیم از احمد ظاهر. بسیار خوش آمد، تعجب کرد که پدر احمد ظاهر مفتم و اصلش هم که از الویس پریسلی بود برش مانده، واقعا بسیار لذب بود که پدر واقعا احمد ظاهر یکی از هنرمندان بزرگ کشور بوده که عیف که چیز زود رفت. پس امی آهنگ البته از نشر مستقیم نه در تلویزیون شو دو باشا میکنین، اما آهنگ مشهور الویس پریسلی که میگه It's now or never. میره که شعرم چقدر خوب میگه، گرچه که عاشقان است که امیانه یا ایج گاه دیگه. شما همین لحظه هم میتونین تصمیم بگیرین که ما دیگه اون فرد متعصب، فرد عقده‌ای، فرد کینه‌جوی دیروز نیستیم، از امروز یک فرد دیگه استیم با تغییرات کلی در روح و روان ما، و روان میشیم به اون جاده ای که همیشه میگم جاده انسانیت است و از جاده های قومی و حزبی و میبریم مطلق
دمی جاده یک طرفه است، البته جاده انسانیت. دمی جاده روان میشیم، در هر گوشیش هموطن افتاده، دست هموطن میگیریم با خود میبریم. بطور خانم پرستو گفتن که آشتی، بله وحید قاسمی هم گفته بود که آشتی کن که وطن در خطر است. وطن تو واقعا امروز در خطر است. وطن تو امروز واقعا نزدیک شده به صوبه سرحد پنجاب. امروز در وطن تو صدها و هزارها جنایت رخ میده. جامعه جانی نظارگر است و من تو تشنه به خون همدیگر. به این که تشنه به محبت همدیگر یک دیگه خود بسازیم. دست عشق، دست دوستی، دست محبت به سوی همدیگر درست کنیم. یا آهنگ با هم میشتیم، بعد دوبارش برنامه های دیگه داریم که امیدوارستم مورد پسند شما قرار بگیره. تا دیدار بعد، الله پاک نگهدار یکایک که شما سروران گرامی باد. چی را درست کنم؟